شاید باور نکنی ولی در پایان این ویدیو همه چیز رو در مورد مکمل‌های بدنسازی یاد می‌گیری. که آیا مکمل بخوریم یا نخوریم و برای چی؟ مکمل برای زیر سن‌ها چطور هستش و در کوچه ضررهایی دارن؟ چه مکملی بخوریم و زمان مصرفش چطوری باشه؟ چه مکمل‌هایی رو با هم ترکیب کنیم؟ چه مکمل‌هایی اصلاً ارزش خرید ندارن و پول تو جیب ریختنه؟ و این تنها ویدیویی خواهد بود که شما برای انتخاب و استفاده مکمل نیاز خواهی داشت. مکمل همونطور که از اسمش پیداست مکمل غذای شما هستن، یعنی شما عملا تموم چیزهایی که توی یه مکمل هست رو میتونید تئوریتن از غذا استفاده کنید و دریافت کنید، ولی گاهن مقدارش توی مواد غذایی خیلی کم هستش، یا مثلا به علت کم کیفیت بودن مواد غذایی جذب اون مواد از طریق غذا سخت هستش. امکان پذیر هست ولی سخته. مهمترین سوال، آیا فقط ورزشکارا باید از مکمل ها استفاده کنن؟ نه، خیلی از مکمل ها برای حتی افراد غیر ورزشکار هم مفید هستن. نمونش مثلا ویتامین ها و اومگا 3 و حتی پروتئین و کراتین، اینا چیزایی هستن که افراد غیر ورزشکار هم میتونن استفاده کنن. زیر سن ها چه جوری هستش؟ اونا هم میتونن ازش استفاده کنن. این چیزایی هستش که همش توی غذا در اصل وجود داره. میریم سر مهمترین مکمل که افراد غیر ورزشکار و ورزشکار و زیر سن هم توصیه میشه، اونم مکمل پروتئین هستش. اگر فقط و فقط یک مکمل میخواید بخرید و میدونید که به اندازه کافی پروتئین در طول روز مصرف نمیکنید، مکمل تنها چیزی که نیاز دارید براش همین پروتئین هستش که من توصیه میکنم. در ویدیویی که چطور خودت برای خودت برنامه غذایی بنویسی یاد دادم که چجوری محاسبه کنید که پروتئین کافی میخورید یا نه. اگر ویدیوشو نگاه نکردید توی لینکشو میذارم، حتما نگاه کنید. چه مکمل های پروتئینی داریم و هر نوع برای چی خوبه؟ ببین، پروتئین وی داریم که از آب پنیر به دست میاد و یکی از رایج ترین و مؤثرترین مکمل های پروتئین هستش. از ویژگی‌هاش میتونم سرعت جذب بالاش، سرعت استفاده بالا توسط خود بدن رو نام ببرم و میتونید به صورت ناشتا، یعنی شکم خالی صبح ها در بهترین حالت دریافتش کنید، یا اینکه قبل از تمرین. دو شکل وی نرمال داره که دارای مقداری لاکتوز و چربی هستش و وی ایزوله که لاکتوز و چربی نداره. نوع دوم پروتئین، پروتئین‌های کازئین هست، از شیر به دست میاد و این به دلیل سرعت جذب آهستش گزینه مناسبی برای قبل از خواب در طول شب که خواب هستید به عضله پروتئین برسه و برای کاهش وزن هم مناسبه، چون در معده یه حالتی لخته میشه و آروم آروم توسط معده سنتز میشه. من خودم زیاد باش حال نمی کنم و وی رو بیشتر ترجیح میدم، ولی زیادم حالا تفاوت ندارن. نوع سوم مکمل ها که پروتئین هستن، پروتئین های گیاهی هستن که مخصوص گیاهخواران هستن. نوع چهارمش پروتئین بیف یا گاو هست که از گوشت گاو هیدرولیز شده به دست میاد. سرعت جذب نسبتا خوبی داره، برای افرادی که به لبنیات حساسیت دارن مناسبه. انواع غیر مهم دیگه هم داره، مثلا پروتئین تخم مرغ و پروتئین برنج و غیره که دیگه میتونید خودتون انتخاب کنید. مکمل دوم کراتین که انواع مختلفی داره، مثل مونوهیدرات، هیدروکلوراید، نیترات، فسفات، کراتین بافر شده یا حتی کراتین مایع که معروف ترینش کراتین مونوهیدرات هست که منم توصیه میکنم و شما هم همینو بخورید. من خودم از 15 سالگی مثلا کراتین خوردم. اگر به اندازه کافی پروتئین مصرف میکنید و حالا فقط و فقط میخواید یه دونه مکمل استفاده کنید، من کراتین رو توصیه میکنم. کراتین آب رو داخل مایچهاتون میبره، برخلاف تصوری که خیلی از بدنسازا دارن که میگن زیر پوستتون میاره، یه همچیزی نیست. باعث میشه به دلیل اینکه آب میره توی مایچهتون حجم عضلانی بیشتر باشه، قدرتتون رو افزایش میده توی تمرین و اولین منبع تولید قدرت توی ماهیچه توی تعدادهای پایین هستش. دوز مصرفیش که همه میگن روزانه مثلا 5 گرم، اگر خواستید بادگیری کنید هفته اول روزی مثلا 20 گرم، بعد روزی 5 گرم، ولی مهم نیست، با همین 5 گرم روزانه هم میتونید شروع کنید. چه زمانی استفاده کنید؟ میتونید قبل از تمرین ازش استفاده کنید که باعث افزایش قدرت میشه، یا بعد از تمرین ازش استفاده کنید که باعث بهبود و ریکاوری میشه، یا حتی در طول روز یک ساعتی رو انتخاب کنید، چه صبح چه شب میتونید استفاده کنید. مهم در از سطح لولش در بدنتون هستش. یه نوع غیر متداول دیگه که توصیه میشه این هستش که در ماه یک هفته روزانه 20 گرم و 3 هفته بعدی فقط 3 گرم دریافت کنید.
من خودم اینو میخوام به زودی آزمایش کنم که ببینم چی رو بدن خودم تاثیر میذاره. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید که اون ویدیو رو از دست ندید. راستی اگر دوست داشتید هم میتونید ویدیو رو لایک کنید. باز اگه سوالی بود توی قسمت کامنت هام ذکر کنید، خوشحال میشم که همه رو بخونم و اگر تونستم جواب بدم. مکمل سوم BCAA یا فرم جدیدش EAA از سه آمینو اسید اصلی ضروری تشکیل شده، لوسین و والین و ایزولوسین. وای شما چقدر لوسین. اگر پروتئین و کراتین رو دارید و میخواید باز ولخرجی کنید، میتونید در کرانش BCAA هم اضافه کنید. من خودم یه دوره از یه مارک خیلی معروفش رو خوردم و اصلم بود و 9 تا کپسول باید روزانه میخوردم و این نسبت به قبل تغییری احساس نکردم. بعد دوره هم که تموم شد تغییری احساس نکردم. به نظر من کمک زیادی نکرد و دوز معمولیش هم این هستش که معمولا 5 گرم یا 10 گرم که معمولا میشه 10000 واحد، که مثلا رو قرصش اگه نوشته 1100، 9 تاش مثلا میشه 9900 تا که قبل و بعد از تمرین میتونید استفاده کنید. مکمل پری ورکات، همونطور که از اسمش معلومه قبل از ورزش کردنتون هستش، یا معمولا کافئین و بتا آلینین و کراتین هستش. وقتی هم میخورید پوستتون مورمور میشه، حس میکنید که میخواید زمین رو گاز بگیرید. از نظر من خیلی چیز جالبیه و حداقل یک بار میتونید استفادهش کنید. اگر انگیزه ورزش کردن ندارید میتونه خیلی بهتون کمک کنه و یه افکت روحی روانی هم داره که یه جورایی حس میکنید که مثلا یه چیزی خوردید و الان باید ورزش کنید. مکمل گلوتامین، اگه همه مکمل‌های قبلی رو داشتید و پولتون از پارو بالا میرفت، میتونید گلوتامین تهیه کنید که یک آمینو اسید غیر ضروری هست که قول میده سیستم ایمنی بدنتون بهبود پیدا کنه، ریکاوریتون بهتر بشه و غیره. دوز مصرفیش هم بعد از تمرین یا قبل از خواب میتونید 5 الی 10 گرم استفاده کنید. من توصیهش میکنم نه. مکمل ایر آرژینین که یه مکمل آمینو اسید نیم ضروری هست که فوایدش میشه پمپاژ بهتر خون، ریکاوری بهتر، افزایش قطر رگ ها نامبرد، چیز جالبیه. خودم تا حالا امتحانش نکردم ولی میخوام به صورت یه دوره ای برم. نتیجهش رو در قالب یک ویدیو باهاتون به اشتراک میذارم. پس یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید. دوز مصرفیش حدود 3 الی 6 گرم هستش که در بهترین حالت قبل از تمرین باشه که پمپاژ بهتر خون انجام بشه. مولتی ویتامین ها، یه چیزی که توی مکمل ها خیلی کم بهش توجه میشه مولتی ویتامین ها هستن، در جایی که میتونن خیلی کمک بزرگی کنن و از خیلی از مکمل ها هم بهتر کار کنن. مثلا چند وقت پیش یه دونه ویدیو گرفتم در مورد ویتامین دی که چطور میتونید کمک کنه بهتون مایشه بسازید، دوزهای خیلی بالاش. البته اگر ویدیو رو نگاه نکردید لینکشو میذارم، حتما نگاه کنید، چون ویتامین دی اصلا یه کارکتر هورمونی هم داره. اگر از ویتامین ها و مینرال ها و غیره دیگه دوزهای بالاتر مثلا استفاده کنید میتونه چیزای خوبی براتون داشته باشه. البته توصیه من اینه که حتما از داروخونه یا دکترتون سوال بپرسید که موقع اشتباه نکنید. ولی بالاخص برای مایشه سازی من ویتامین دی رو توصیه میکنم و اومگا 3. اومگا 3 معمولا در چربی ماهی ها هست یا گردو و چیزای دیگه که سلامت قلب، کاهش التهاب، بهبود بینایی، به ترمیم مفاصل هم کمک میکنه و خیلی برای بدنساز مهم هستش. سطح هورمونی طبیعی تستوسترونتون هم میبره بالا. دوزش هم اون چیزی که روی قوطیش نوشته شما یکی دو تا بیشتر هم میتونید بخورید. مکمل های عجیب دیگه مثل تست بوستر و کربوهیدرات و چه بدونم یه آشغالی بخوری، مایچه میسازی و بقیه اینا رو به نظرم اصلا بهش توجه نکنید، یا عوارض دارن یا پول تو جیب ریختنه. اگر مکمل هایی که در ویدیو گفتم که بعضیاش کار میکنه همه رو با همدیگه امتحان کردید، باز دیدید که مثلا تأثیر نداره، احتمالا تغذیتون اشتباهه، باید تغذیتون رو بهبود بدین و یا تمرینتون رو باید بهبود بدین. ولی بازم اگر فکر میکنید اونا رو هم بهبود دادید و همه مکملها رو هم خوردید و هنوز راضی نیستید و دوست دارید بیشتر نتیجه بگیرید، به همین دلیل دنبال مکملهای ناشناخته و چیزهای عجیب غریب هستید، توصیه میکنم که دنبال این باشید که استروید مصرف کنید. امیدوارم که این حرفمو الان کسی اشتباه متوجه نشده باشه. من اینجا نمیخوام به کسی بگم که استروید مصرف کنه، مثلا من خودم هیچ وقت استفاده نمی کنم
و به هیچ کس هم توصیهش نمی کنم، چون عوارضی داره که ممکنه حتی با یک بار مصرف جبران ناپذیر باشه. ولی شما هزار تا پودر و قرص و دوای دیگر رو که مثلا گاهی ممکنه تقلبی باشه و اینا همه رو بخورید به امید اینکه ماهیچه بسازید، اونم عوارض جبران ناپذیر خواهد داشت. پس بهتر زیر نظر یه مربی کاربلد همون استروئید رو استفاده کنید که اثرش 10 برابر تمام مکمل‌ها با همه. همونطور که گفتم اثرات جبران ناپذیری داره، واقعا توصیهش نمی‌کنم. خودتون تصمیم بگیرید که خوردن همه این مکمل‌ها خوبه یا مثلا استروئید زدن. اگر هم می‌خواید فکر کنید مثلا مکمل بخورید برید بدنسازی روی استیج باشید و اینا، اینم امکان نداره. فکر میکنید که مثلا با خوردن مکمل ها میتونید برید یه مسابقه بدنسازی بدید، یه همچیزی اتفاق نمیفته. اونا همشون استروئید میزنن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. تو قسمت کامنت ها سوال، نظر، پیشنهادی بود بنویسید و ویدیو رو هم یادتون نره لایک کنید. تا برنامه بعدی خداحافظ.